جان باختن دو کارگر در همدان و کرمانشاه. نگرانی آخوند سبحانی نیا از ادامه بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در آلمان. حمله به مراکز نظامی رژیم آخوندی در سوریه 15 کشته بر جای گذاشت. یک کارگر در معدن سنگ شهر مهاجران شهرستان بهار در استان همدان بر اثر نبود وسایل ایمنی و سقوط سنگ روی سرش متاسفانه روز گذشته در بیمارستان جان باخت. بامداد امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در کارخانه مشتقات نفتی واقع در شهرک صنعتی فرامان در کرمانشاه به وقوع پیوست. در این انفجار و آتش‌سوزی یک تن از کارگران این کارخانه کشته و یک تن دیگر مجروح شد. آخوند سبحانی نیا، عضو سابق مجلس ارتجاع، نگرانی خود را از ادامه بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم که در جریان توطئه تروریستی علیه گردهمایی مجاهدین در پاریس دستگیر شد نشان داد و با حمله به وزارت خارجه رژیم گفت: ما باید از طریق مقتضی اعتراض کنیم و اگر اعتراضات ما نتیجه نداد اقدام متقابل انجام دهیم، وگرنه این میتواند منجر به ایجاد رویه نامناسبی برای سایر دیپلمات‌های ما در کشورهای دیگر شود. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 15 تن در حملات هوایی اسرائیل به حومه دمشق و حمص خبر داد. دیدبان حقوق بشر سوریه هدف حمله های موشکی به سوریه را محل استقرار نظامیان رژیم ایران در حومه دمشق و یک مرکز تحقیقاتی و یک فرودگاه نظامی در جنوب شهر حمص اعلام کرد و افزود گفته می شود نیروهای رژیم ایران و شبه نظامیان حزب الله لبنان از این فرودگاه استفاده می کنند. ولی ملکی عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد به علت تحریم‌های آمریکا چین از تحویل قطعات یدکی خودروهای خارجی به ایران خودداری می‌کند. این اقدام به معنای ارائه نکردن خدمات پس از فروش است. وی افزود چین به علت تهدیدهایی مانند قطع روابط تجاری از تحویل قطعات تفره می‌رود. 80% قطعات مورد نیاز برای تولید برخی خودروها وارداتی است. در شرایط کنونی که واردات انجام نمی شود، تولید این خودروها ممکن نیست. مجید تخت‌روانچی، سفیر رژیم ایران در سازمان ملل، طی مصاحبه‌ای درباره سازوکار مالی اروپا برای داد و ستد با ایران موسوم به اینستکس گفت: آنها کند عمل کردند. بیش از یک سال طول کشید که آنها چنین سازوکاری را ایجاد کنند. ایجاد این سازوکار کافی نیست. آنها باید در این سازوکار پول تزریق کنند. در غیر این صورت این سازوکار هیچ کمکی نخواهد کرد، چون ایجاد این سازوکار مالی به خودی خود چیزی نیست که بتواند مشکلات ما را رفع کند. صبح امروز بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محل وزارت دفاع افغانستان در کابل بیش از 10 تن کشته شدند. در این انفجار نزدیک به 70 تن مجروح شدند که 9 تن از آنها کودک بودند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.